درود و شب شما بخیر. با خبرهای ساعت 10 از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. مخالفت با طرح خصوصی سازی جنگ در افغانستان. شورای امنیت افغانستان میگوید که نمیگذارد پیکار با هراس افغانی به یک تجارت سودآور مبدل گردد. د حق کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅه کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړي. آمادگی نهادهای امنیتی برای تامین امنیت انتخابات. وزارت‌های دفاع و داخله می‌گویند که تمامی نیروهای دولتی برای تامین امنیت انتخابات در حالت آماده باش در آمدند. اون داد ورکو چې دا پروسه به د حکومت د ژمنې سره سم چې دا عملی کیږي. آغاز نخستین سفر زلمه خلیلزاد به منطقه. زلمه خلیلزاد امروز سفرش را به افغانستان، پاکستان و کشورهای عربی آغاز کرده است. تمام کشورهایی را که جناب دکتر صاحب زلمه خلیلزاد به نمایندگی ایالات متحده آمریکا میرن، او در مشوره و در همکاری با دولت افغانستان صورت میگیره. و تعهد خامنه ای بر رویارویی با تحریم های آمریکا. رهبر مذهبی ایران میگوید که کشورش تحریم های آمریکا را با شکست روبرو می سازد. من صدف امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. شورای امنیت ملی افغانستان با اعلام مخالفت با طرح خصوصی‌سازی جنگ در این کشور میگوید که نمیگذارد پیکار با هراس افغانی به یک تجارت سودآور مبدل گردد. این شورا در واکنش به طرح بنیادگذار یک شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی برای خصوصی‌سازی جنگ افغانستان میگوید که در هیچ شرایط حکومت و مردم افغانستان اجازه نمیدهند که پیکار با هراس افغانی به یک تجارت مبدل شود. شورای امنیت ملی میگوید که نیروهای امنیتی کشور برای محافظت از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حقوق شهروندان پیکار می کنند و دیدگاه خصوصی سازی جنگ افغانستان این اصل را که مردم افغانستان خودشان سرنوشت و آیندهشان را باید رقم بزنند نقض می کند. در یک اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی هشدار داده شده است که حکومت تمامی گزینه‌های حقوقی را در برابر کسانی بررسی خواهد کرد که در تلاش خصوصی سازی جنگ در افغانستان هستند. د حق کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصی کولو هڅه کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړي. در یک اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی آمده است که پیکار با هراس افغانی با رهبری نیروهای امنیتی افغانستان و با پشتیبانی همپیمانان خارجی این نیروها ادامه دارد و کابل اجازه نخواهد داد که این جنگ به تجارت سودآور مبدل گردد. خصوصی ساختن جنگ در افغانستان به معنای تضمین تداوم جنگ در کشوره، به خاطر اینکه شرکت ها به خاطر اینکه به منافع خود برسه باید روند ادامه جنگ ادامه داشته باشد تا شرکت ها همچنان تداوم دهنده دریافت کمک ها از آدرس جنگ افغانستان باشد. پیش از این اریک پرنس، بنیانگذار و رئیس پیشین شرکت امنیتی خصوصی بلک واتر، گفته است که جاگزین شدن نیروهای امنیتی خصوصی به جای نیروهای آمریکایی هزینه جنگ افغانستان را کاهش می‌دهد و نیز در اوضاع جنگ تغییری به میان خواهد آمد. وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله می‌گویند که تمامی نیروهای دولتی برای تامین امنیت انتخابات در حالت آماده باش در آمدند و در حدود 54,000 تن از این نیروها برای تامین امنیت 21,000 محل رای‌دهی در بخش‌های گوناگون کشور در حال توظیف شدن هستند. در همین حال وزارت دفاع ملی می‌گوید که نیروهای دولتی برای تامین امنیت انتخابات از تمامی امکانات کار خواهند گرفت و نیروهای خارجی نیز با آنان هماهنگ خواهند بود. وزارت‌های دفاع و امور داخله از چگونگی تدابیر امنیتی روز انتخابات مجلس نمایندگان و نیز تامین امنیت نامزدان انتخابات مجلس سخن می‌گویند. وزارت دفاع ملی می‌گوید که تمامی مواد انتخاباتی به مرکزهای ولایت‌ها فرستاده شدند و ارتش در انتقال این مواد
و ولسوالی ها نیز کمک خواهد کرد. ټول امنیتی سکتورونه دې ته ژمن دي، دې ته متحد دي چې هغې ته مواد ورسوي او په خپل وخت سره یې ورسوي. در همین حال وزارت امور داخله نیز از آمادگی های نیروهای امنیتی برای تامین امنیت انتخابات سخن میزند و میگوید که هم اکنون این نیروها به حالت آماده باش در آمدن. ده 15000 سلو مرکزونو لپاره او ده 21000 محلونو لپاره 45000 امنیتی ځواکونه دا توظیف شوی دی چې دغه ملی او مهمې پروسې څخه به امنیت کوي. موږ دا ډاډ ورکو چې دا پروسه به د حکومت د ژمنې سره سمه چې ده عملي کېږي. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات نیز بر تأمین امنیت هرچی بیشتر مرکزها و محلهای رایدهی در روز انتخابات و نیز تأمین امنیت جان رایدهندگان و نامزدان انتخابات مجلس تاکید می‌ورزد. سه شنبه که در جلسه امنیتی بود معین ارشد اطمینان داد که انشاءالله آمادگی ما بسیار خوب است و امیدوار هستیم که بدون کدام حادثه انتخابات برگزار شود. اما شماری از آگاهان نظامی برگزاری موفقانه این انتخابات را به ویژه از رهگذر امنیتی یک آزمون بزرگ برای نیروهای دولتی می دانند و می گویند تمامی نیروهای دولتی باید به گونه هماهنگ و نیز در چارچوب یک فرماندهی واحد عمل کنند. اگر مخالفین دولت افغانستان پروسه را ناکام بسازند، ناکامی کل دولت است، هم در داخل افغانستان هم پیش جهانیان. 16 روز دیگر به برگزاری انتخابات مانده است، در اوضاعی که تهدیدهای امنیتی یکی از نگرانی های شهروندان کشور است. اما وزارت دفاع ملی میگوید که برای تامین امنیت انتخابات تمامی امکانات را به کار خواهند بست و در صورت نیاز از نیروهای خارجی هم کمک خواهند خواست. گلاودن غبار، طلوع نیوز. شماره از زنان کشاورز در بلخ میگویند که روش تازه‌ای برای کاشت سمارق را یاد گرفتند که با کاربرد از آن میتوانند در 4 فصل سال حاصل بگیرند. آنان میگویند با استفاده از این شیوه تولیدشان را افزایش دادند و نیز درآمد خوب دارند. این زنان کشاورز میگویند اگر حکومت از آنها پشتیبانی لازم بکند، آنان میتوانند نقش سازنده‌ای در افزایش فرآورده‌های کشاورزی داشته باشند. این زنان کشاورز برای کاشت سمارق به شیوه جدید اینجا گرد آمدند. نخست کاهی گندم مخلوط شده با کلور و نوع پودر را در این دیگ برای 2 ساعت می جوشانند. پس از آن تخم سمارق را روی آن می پاشند و ضد عفونی کرده در خریطه های پلاستیک جا به جا می کنند. آنگاه در یک فضای مرطوب و در اتاق ویژه قرار می دهند و پس از 26 روز کاشت نتیجه می دهند و آن را گردآوری می کنند. 50 کیلو تا 60 کیلو ما از این حاصل میگیرم از این سمارق. خب یک مقدارش شاید در خانه مصرف کنیم، ما در مارکت ها میبرم، در هتل کینگ میبرم، در نمایشگاه هایی رو بردم استفاده کردن خانم ها. هر کیلو از این تقریبا 300 یا 350 رو پیاده بازار عرضه میکنه و از این طریق میتونه یک کمک خوب بر فامیل خود بکنه. لیلا علیزاده در روستای کمپ سخی ولسوالی نهرشاهی مصروف کشت سمارق به شیوه جدید است. او میگوید که کشت و پرورش سمارق ساده و کم هزینه است. از سمارق در پخت و پز و داروسازی استفاده می شود. باره مفیدیت های از سمارق بلدیت نداره، آگاهی نداره، کمتر استفاده میکنه و از خاطر همی هم مارکتینگش ضعیفتره. مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در بخش باغچه های خانگی در شمال کشور میگوید که 7000 بانو در ولایت های بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب مصروف کشاورزی هستند. اینا در بخش باغچه های خانگی کار میکنن و همچنان تازه امسال ما خانما را در قسمت سمارق اینا را ما ظرفیت سازی میکنیم. اکنون این زنان کشاورز میگویند که تلاش دارند تا انواع مختلف این گیاه را در کشور کشت کنند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان امروز سفرش را به افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی آغاز کرده است و این سفر 10 روز را در بر خواهد گرفت. این نخستین سفر آقای زلمه خلیلزاد پس از گرفتن این سمتش است و حکومت افغانستان انتظار دارد که آقای خلیلزاد راه‌های صلح را دریابد و افغانستان را به صلح برساند. اما وزیر خارجه پاکستان میگوید که در برابر زلمه خلیلزاد در رسانه‌های پاکستانی یک دیدگاه منفی وجود دارد و از آقای خلیلزاد می‌خواهد که پس از این
درباره افکار عامه پاکستان حساس تر باشد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان بروز پنج شنبه نخستین گام را برای دریافت راه‌های حل به بحران جنگ در افغانستان برداشته است. قرار است در نخستین سفر 10 روزه به افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی برود. تمام کشورهایی را که جناب دکتر سیف زلمه خلیلزاد به نمایندگی ایالات متحده امریکا میرن، او در مشوره و در همکاری با دولت افغانستان صورت میگیره. بحثایی که در روز انجام میشه به خاطر تسریع بخشیدن و وساطت از پروسه صلح افغانستان است، تا اینکه ما بتانیم به زودی مذاکرات بین حکومت و طالبان را شاهد باشیم. در حالی که آقای خلیلزاد بارها پاکستان را عامل اصلی ادامه جنگ در افغانستان گفته است، اما وزیر خارجه پاکستان میگوید که اکنون زلمه خلیلزاد یک شهروند عادی نیست و نیاز است تا او درباره افکار عمومی پاکستان حساس تر باشد. یک واکنش منفی در رسانه‌های پاکستانی نسبت به گماشته شدن خلیلزاد به سمت تازه او وجود داشته است، زیرا او دیدگاه‌های در گذشته داشته است که در برابر پاکستان بسیار نرم و دوستانه نبودند. اکنون برای او یک سمت داده شده است و من از او می‌خواهم که در برابر افکار پاکستانی‌ها حساس تر باشد. اما در این سفر آقای خلیلزاد چرا روسیه و چین کنار زده شده است؟ ممکن است مشکلاتی در عرصه های وجود داشته باشه میان کشورهای منطقه و جهان، اما انتظار ما است که افغانستان محور توافق باشه و در راستای مبارزه با گروه های تروریستی و دهشت افکن که دشمنان همه ماست، هماهنگی و همکاری صادقانه میان کشورها به وجود بیاید. اسلام آباد می گوید که نباید کمکاری های حکومت افغانستان به دوش پاکستان انداخته شوند. غیر عادلانه است که ضعف حکومت، فساد و اختلاف درون نظام در افغانستان به دوش پاکستان انداخته شود. نباید پاکستان ملامت شود. خلیلزاد که امریکایی افغان تبار است و تجربه کار در افغانستان و از اوضاع سیاسی اقتصادی این کشور به منطقه شناخت دارد، شماره از سیاستگران امیدوار هستند که آغاز ماموریت او بتواند زمینه را به آغاز گفتگوهای سال با طالبان فراهم سازد. رئیس جمهور اندونزی از طالبان می‌خواهد که از جنگ دست بکشند. جوکو ویدودو در دیدار با عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در جاکارتا می‌گوید که رسیدن به صلح در افغانستان چالش برانگیز است و از گروه‌های درگیر جنگ افغانستان به شمول طالبان می‌خواهد که از جنگ دست بکشند و مذاکره و روش‌های مسالمت‌آمیز را در پیش گیرند. عبدالله رئیس اجرایی کشور در دومین روز دیدارش از اندونزی با جوکو ویدودو رئیس جمهور این کشور در جاکارتا دیدار کرد. رئیس اجراییه بر نقش فعال اندونزیا در روند صلح افغانستان تاکید می‌ورزد. روابط بین دو کشور همیشه خوب و دوستانه بوده است، اما در چند سال گذشته رهبری هر دو کشور گام‌های بیشتری را برداشتند تا زمینه هرچه بیشتر این همکاری ها را فراهم سازند. در همین حال مسئولان اتاق تجارت و صنایع اندونزیا در دیدار با رئیس اجراییه افغانستان را برای اشتراک در نشست اتاقهای تجارت کشورهای اسلامی و نمایشگاه تولیدات و صنایع اندونزیا که در آینده نزدیک در جاکارتا برگزار می شود دعوت کرد. زمینه های بسیاری برای گسترش همکاری های دو جانبه میان افغانستان و اندونزیا وجود دارند. ما در این دیدار نشست های مثمری با اتاق تجارت و صنایع اندونزیا داشتیم. حکومت اندونزیا وعده سپردند که در راستای پروسه صلح افغانستان با تمام توان تلاش میکنه که پروسه صلح به نتیجه برسه. اما شماری از آگاهان امور سیاسی جایگاه اندونزیا را همچون بزرگترین کشور اسلامی از رهگذر جمعیت برای رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان مهم می دانند.
فشار زیاد آورده شده که یک اجماع منطقوی که در او تمام کشورهای جهان شرکت داشته باشه، اولین یا یک اجماع بکنند، سر قضایای افغانستان باید زبان خود یکی بکنند که اینجا باید صلح پایدار باید بیاست. اندونزیا نزدیک به 2 ماه پیش میزبان هیئت از طالبان بود. این کشور تعهد سپرده است که برای کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح افغانستان کار خواهد کرد. تا لحظات دیگر، استقبال از نمایشگاه فراورده های کشاورزی کشور. به ادامه خبرها خوش آمدید. نمایشگاه فراورده های کشاورزی و ساخته های دستی کشور در بادامباغ کابل با استقبال گرم بازدید کنندگان روبرو شده است. فراورده ها و ساخته های دستی در 235 غرفه بر نمایش گذاشته شدند. این نمایشگاه که زیر نام نمایشگاه زراعتی برگزار شده است، از سوی وزارت زراعت فرصت برای ایجاد توافق های تازه میان تولید کنندگان، سرمایه گذاران و تاجران گفته می شود. در این نمایشگاه 3 روزه فراورده های باغداری کشور به نمایش و فروش گذاشته شدند تا شهروندان کشور با تولیدات داخلی کشور بیشتر آشنا شوند. در 235 غرفه این نمایشگاه بخش از تولیدات باغی از دنان کشور هستند. هدف ما همیست که بازاریابی شود، از یک طرف مسئول دیقان ما به نمایش گذاشته شود و از جانب دیگه همشهری های ما بداند که ما در ولایت کابل هم چنگور داریم. این بانو نیز اصل تولید شرکت را در این نمایشگاه برای فروش آورده است که از سوی زنان گردآوری و بسته‌بندی می شوند و تا کنون در کابل و قطر به فروش رسیدند. ما با طبقه ذکور کار نداریم، چون خواستیم کمی زنها خودشان رشد کنند و با پای خود استاده شوند. بخش از این نمایشگاه ساخته های دستی هستند که سوی زنان و مردان ساخته شدند. میراغا طراح زیورهاست، گردنبند، آویزه ها و دستبندهایی را برای من نشان می دهد که از سوی جوانان در کشور تولید می شوند. نمایشگاه زیادتر ما تاجیکستان است. تاجیکستان میبریم و اکثرا از ولایت بامیان، مزار شریف یا مه نادر میتن که برای ما دیزاین جور کن. داخل قدر فروشات نه، از ما در سر اطراف است. کسانی که به این نمایشگاه آمدند، برگزاری چنین نمایشگاه ها را برای بازاریابی و آشنایی با تولیدات داخلی کشور سودمند میگویند. در این نمایشگاه در کنار تولیدات زراعتی و ساخته های دستی زنان که برای نمایش گذاشته شدند، موسیقی زنده هم در بخش از این نمایشگاه هست که سبب شده شما را جوانان به رقص و پایکوبی هم اینجا بپردازند و قبل از این نمایشگاه یک روز دیگه هم ادامه داشته باشد. بعضش چیزایی بود که دستدوزی نبود اما قیمتش متفاوت‌تر بود از بازار. باز یک نمایشگاه بسیار عالی بود و من بسیار بر من خوشایند بود. کل به کل انشالله در خکیگی منگ خپل داخلی تولید زیادیگی و انشالله چه امید ده چه پاینده که هم دست نمایشگاهگان پلا را واچول شی. انواع محصولات زراعتی که در سر و سر افغانستان تولید میشه در این نمایشگاه شما میتونین پیدا بکنین. این نمایشگاه فرصت خوبی است برای تبادل افکار، عقد قراردادهای تجارتی بین تولید کنندگان ما با سرمایه گذاران تجارا. بخش از محصولات این نمایشگاه تنها برای نمایش گذاشته شدند، همچون ابزارهای کشاورزی که به دولت تعلق دارند، اما برای آشنا شدن بازدید کنندگان با این ابزارها به این نمایشگاه آورده شدند. تا لحظات دیگر، آغاز کار شرکت هوانوردی ایر العربیه در افغانستان.
ادامه خبرها، شرکت هوانوردی ایر العربیه فعالیتش را در افغانستان آغاز کرد. سرکنسول افغانستان در دبی میگوید که همزمان با آغاز فعالیت ایر العربیه بهای تکت ها از کابل به امارات و از امارات به کابل در حدود 40% کاهش یافته است و تلاش می شود تا این هزینه ها بیشتر کاهش یابند. از سوی هم مسئولان این شرکت می گویند که با کاهش هزینه های مسافران و نیز فراهم ساختن زمینه های کار برای شمار از افغانان در بهبود خدمات هوانوردی و رشد اقتصادی افغانستان گام بزرگ برداشتند. پرواز هشتمین شرکت هوانوردی بیرونی در بازار هوانوردی افغانستان. شرکت ایر العربیه با نوید کاهش هزینه های مسافران در کشور پا به میدان گذاشته است. در نخستین پرواز هواپیما این شرکت از شارجه به کابل صبح روز پنج شنبه 168 مسافر به کابل انتقال داده شدند. قرار است این شرکت اماراتی در کنار کامر، اسپایس جت و ترکش ایرلاینز در روند صادرات کشور از راه دهلیزهای هوایی نیز سهم بگیرد. ده بودی مسافر دی پارا و دی طول افغانان دی پارا یو خزی روی دی صادرات و واردات و پاگه که بم دیر رول ولو بوی او دی مسافر و تک را تک بم دیر آسان که مسئولان شرکت ایر العربیه می گویند که مسافران را می توانند از شارجه به 150 شهر در 50 کشور جهان که این شرکت با آنها پرواز دارد انتقال دهند. بیس دفترشون میدان شارجه می باشد نشست می کنند و شارجه مسافرهایی که اگر در شهرهای دیگه امارات می رند مثل دبی، اعلین دیگه شهرها می رند ما باز داریم. پس از ورشکستن شمار شرکت های داخلی و قطع پروازهای برخی دیگر از آنها به امارات، بهای پرواز ها به امارات به گونه چشمگیر افزایش یافت. اینک با آغاز پرواز های سیومین شرکت اماراتی ما شاهد کاهش قیمت پرواز ها هستیم. حیدر شاه امید، ترو نیوز، میدان هوایی بین المللی حامد کرزی. تا لحظات دیگر، تعهد رهبر مذهبی ایران بر رویارویی با تحریم های آمریکا بر ایران. رهبر مذهبی ایران میگوید که کشورش تحریم های آمریکا را با شکست روبرو می سازد. در همین حال نخست وزیر آلمان در دیدار به همتای اسرائیلیش از افزایش تهدیدهای ایران از خاک سوریه در برابر اسرائیل سخن میگوید. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا میگوید که این کشور به پیمان دوستی با ایران که در سال 1955 امضا شده بود پایان می دهد. بال هم چند خبر دیگر از جهان. مقام های چینی می گویند که فن بینگ بینگ، ستاره پرآوازه سینمای چین، به علت نپرداختن مالیات و تخلف های دیگر به پرداخت 129 میلیون دلار جریمه شده است. بر بنیاد گزارش ها از رسانه های چینی، اگر بانو فن که یکی از پردرآمدترین بازیگران چین است جریمه را در زمان تعیین شده بپردازد، پیگرد قانونی نخواهد شد. این بازیگر چینی که از ماه جون تا کنون ناپدید است، در شبکه های اجتماعی از این کارش پوزش خواسته است. در ادامه بررسی‌های پلیس مالزی درباره ناپدید شدن میلیون‌ها دلار از خزانه دولتی این کشور، پلیس این کشور روسمی منصور همسر نجیب رزاق نخست وزیر پیشین مالزی را بازداشت کرده است. دفتر مبارزه با اختلاس در مالزی روسمی منصور را به اتهام 17 رویداد پولشویی بازداشت کرده است. از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت طلوع سپاسگزارم. شبتان بخیر، خدا نگهدار. و ما در طلوع نیوز نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. مخالفت با طرح خصوصی سازی جنگ در افغانستان. شورای امنیت افغانستان میگوید که نمیگذارد پیکار با هراس افغانی به یک تجارت سودآور مبدل گردد. آمادگی نهادهای امنیتی برای تامین امنیت انتخابات. وزارت‌های دفاع و داخله می‌گویند که تمامی نیروهای دولتی برای تامین امنیت انتخابات در حال آماده باش درآمده‌اند.
آغاز نخستین سفر زلمه خلیلزاد به منطقه. زلمه خلیلزاد امروز سفرش را به افغانستان، پاکستان و کشورهای عربی آغاز کرده است. و تعهد خامنه‌ای به رویارویی با تحریم‌های آمریکا. رهبر مذهبی ایران می‌گوید که کشورش تحریم‌های آمریکا را با شکست روبرو می‌سازد. نوار تصویری که در صفحه فیسبوک یک نامزد انتخابات مجلس نمایندگان در ولایت بدخشان نشر شدند نشان می‌دهد که دولت محمد خاور ولسوالی وردوج که یکی از بزرگان محلی ولسوالی خاش نیز است از مردم می‌خواهد که برای نامزد رأی بدهند. او در این نوار تصویری از آن چی رأی زنی‌ها با مردمان این بخش‌ها برای به پیروزی رسانیدن این نامزد میگوید نیز سخن میزند. در همین حال کمیسیون انتخابات بدخشان از دخالت مقام‌های محلی در پیکارهای انتخاباتی ابراز نگرانی میکند. این نوار تصویری ولسوالی وردوج ولایت بدخشان است که در صفحه فیسبوک یکی از نامزدانی که برای او تبلیغ میکند پخش شده است. او از مردم ولسوالی خاش میخواهد که در روز انتخابات به این نامزد رأی بدهند. ما گوییم که مردم خاش شناسای عمیقی که از شخصیت اسمت دیدارد ما همی جرات داری دیدیم و همی خاطر ما ایران با مساوی یک فردی که بلند کننده صدای مردم مظلوم بدخشان و مدافع حقوق ضایع شده بدخشی ها باشد ما این تشخیص دادیم و همی خاطر این به جامعه بدخشان معرفی کردیم. دفتر ساحه‌ای کمیسیون مستقل انتخابات در بدخشان نیز از ادامه این وضع نگران است. دفتر ولایت بدخشان طی مکتوب رسمی اینواری مقام محترم ولایت و ارگان‌های امنیتی خبر داده که در مجموع ادارات دولتی از کمپاین‌ها و استفاده از وسایل دولتی خودداری بکنند. در همین حال اعضای شورای ولایتی بدخشان از افزایش آنچه که پیشبرد پیکارهای انتخاباتی نامزدان از سوی مقامها و نیز کارمندان حکومت در این ولایت میگویند انتقاد میکنند. یا ولسوال یا مامور یا نظامی هر کسایی که در اینجا مستند میبینند مردم یا ملت که در کمپاین یکی از کاندیدا اینا حضور دارند یا کار میکنند. بر بنیاد قانون بهره‌گیری از صلاحیت‌های دولتی، استفاده از امکانات دولتی و نیز پرداختن به تبلیغات انتخاباتی از سوی یک مقام یا کارمند دولت برای یک نامزد تخلف انتخاباتی گفته می شود. هیچ یکی از والی‌ها، ولسوال‌ها، وزرا، حتی واحدهای مستقل، حتی قوای مسلح افغانستان نمی‌تونه در فرایند انتخابات از یک نامزد مشخص حمایت کنه، بر از او تدارک مالیاتی تأمین کنه و حداقل مردم را بسیج کنه که از یک فرد حمایت بکنه. چند روز پیش رئیس جمهور به کارمندان دولت به ویژه به نیروهای امنیتی و دفاعی هشدار داد که اگر کارمندان دولت در انتخابات مداخله کنند بیدرنگ به دادگاه کشانیده خواهند شد. اما پس از آن نوارهای تصویری وزیران صحت‌عامه و زراعت پخش شدند که از یک نامزد در ولایت پکتیا پشتیبانی کرده بودند. نبود امکانات در میدان هوایی هرات سبب شده است تا دهلیز هوایی هرات دهلی آغاز نشود. مسئولان اداره میدان هوایی با بیان این مطلب میگویند که تلاش ها در این زمینه جریان دارد. مسئول اتاق تجارت هرات ابراز امیدواری میکند که هر چیز زودتر کار دهلیز هوایی هرات آغاز شود. هرچند بارها مسئولان محلی هرات تعهد سپردند که در راستای آغاز دهلیز هوایی هرات دهلی تلاش کنند، اما به نظر می رسد که تا کنون هیچ کار برای آغاز این دهلیز هوایی صورت نگرفته است. مسئولان میدان هوایی هرات می گویند که این میدان امکانات مورد نیاز برای آغاز دهلیز هوایی هرات دهلی ندارد و به همین خاطر این دهلیز فعال نمی شود. متاسفانه میدان هوایی بینون هرات هیچ نوع امکانات فعلا برای انتقال کارگو نداره. تجار ما بله آمادگی دارن، ما جلسات مقدماتی برای آمادگی از او بارها گرفتیم. در این میان مقام های در اداره محلی هرات میگویند که با آغاز کار توسعه میدان هوایی هرات امکانات مورد نیاز برای دهلیز هوایی این میدان مد نظر گرفته شده است.
امین طرح توسعه میدان هوایی هرات طبیعی دقیقاً طرح کارگو ساختن یا باربری ساختن میدان هوایی هرات است که میتونه میدان هوایی هرات به عنوان نخستین و بزرگترین میدان باربری کشور تبدیل. مسئولان اتاق تجارت هرات ابراز امیدواری میکنند که هر چه زودتر کار دهلیز هوایی از هرات آغاز شود. ساخت این سردخانه میتونه خیلی کمک کنه که از اینجی برای کارگو هم ما از داخل خود سردخانه کالاها پکینگ و بسته بندی بشه و میدان هوایی انتقال داده بشه که صادر بشه. با تازگی دولت ژاپن بیش از $1,000,000 را برای ساخت یک سردخانه معیاری در منطقه پل مالان ولسوالی انجیل اختصاص داده است. امیدواری ها بر این است که با آغاز کار دهلیز هوایی عواید دهقانان هرات افزایش یابد. از 7 جلد کتاب کودکان به زبان ازبکی در کابل رونمایی شد. مسئول صفحه اینترنتی گهواره میگوید که کار چاپ این کتاب ها از 1.5 سال بدین سو آغاز شده بود و این کتاب ها برای کودکان اختصاص داده شده است. اینجا در بخشی از پایتخت برنامه رونمایی کتاب های مختص به کودکان به زبان ازبکی گرد آمدند. مسئولان صفحه اینترنتی گهواره میگویند که 7 کتاب کودکان از زبان انگلیسی اسوی محمد حسین تلقین ترجمه شده است. هدف از چاپ کتاب ها رشد زبان ادبیات ازبکی، خصوصا کار در عرصه ادبیات کودک در بخش ازبکی افغانستان. کتاب های برای کودکان ازبک و به زبان ازبکی از زبان های خارجی ترجمه شده، پیش از این به زبان های فارسی و پشتو در افغانستان ترجمه شده بود از طریق سایت گهواره. اشتراک کنندگان در این همایش توجه به ادبیات کودکان را آینده روشن اجتماع عنوان می کنند. ادبیات کودک و یا فهم درک اطفال کودک بالا بود، این به این معناست که درک و فهم دانش یک جامعه بالا می رن. این در حال است که تا کنون کتاب های بیشتر به زبان ازبکی در درون کشور نگاشته نشده است و بیشتر کتاب ها از زبان های دیگر ترجمه شدند. شمار از باشندگان بدخشان از انقراض گیاهان طبیعی در این ولایت که در تهیه دارو از آنها کار گرفته می شود نگران هستند. آنان می افزایند که کندن بیرویه گیاهان طبیعی از سوی باشندگان بدخشان باعث شده است تا این گیاهان در کمترین بخش ها برویند. مسئولان اداره کشاورزی بدخشان میگویند در برنامه تازه نهاد مردم آگاهی دهی میشوند تا گیاهان را از ریشه بر نکنند و نیز شیوه های کشت دوباره این گیاهان به مردم آموزش داده میشود. ریاست زراعت در یک اخیر پلانی را گرفته که با همکاری مؤسساتی که با ریاست زراعت همکار هستند در قرغن نمودن یا احاطه نمودن یا دوباره احیا نمودن یا سطح بلندی تپه ها کارهایی را شروع کرده که اینگی در چندین ولسوالی ما اینگ غرس کردیم و مناطقی که نباتات طبی بودوار قرغن کردیم و اکثریت جواب نباتاتی که هست دوباره ای احیا شده رئیس. آگاهان امور کشاورزی میگویند که گیاهان دارویی در بدخشان افزون بر اهمیت دارویی به عنوان یکی از منابع درآمدزا برای مردم به شمار میروند. دقیقا گیاهان دارویی در بدخشان گذشته از اینکه از اهمیت ویژه پزشکی و در بعض موارد غذایی و دارویی دارد، یکی از هسته های کلان تولید اقتصادی یا چرخه های اقتصادی در بدخشان به شمار می رفت که متاسفانه تا سالهای اخیر به دلیل کندن کاری های بیرویه و استفاده های غیر فنی نسل بسیاری از گیاهان دارویی به خطر انقراض روبرو شده. باشندگان محل هم میگویند که تا چند سال پیش در تمام بدخشان و هم اکنون در شمار از بخش های دوردست مردم به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی معیاری و دارو برای تداوی بیمارانشان از گیاهان دارویی استفاده میکنند. وضعیت استفاده مردم و سابقه که بودن اگر دلتزوگ میشه در زیره بیاره، اگر مثلا خواست میوارد یا غرمش بیاره، اگر مثلا از یکی دوای وامیات اینو شرینکه بیاریم. همین همه مواد از کو، از علف کو بود.
با آنکه مسئولان محلی بدخشان بارها از جلوگیری کندنکاری، بی‌رویه و استفاده غیر معیاری گیاهان دارویی سخن زده اند، اما به گفته باشندگان محل هنوز هم شمار زیاد از گونه های گیاهان دارویی چون الکانت، شیرین بویه به گونه قاچاق از بدخشان به دیگر نقاط افغانستان و حتی کشورهای بیرونی قاچاق می شوند. مرکز پزشکان بیمرز در کندهار از افزایش شمار بیماران گرفتار به بیماری توبرکلوز در حوزه جنوب غرب نگرانند. مسئولان این مرکز میگویند که فقر، آلودگی محیطی و نیز سطح پایان آگاهی مردم از علتهای اصلی گسترش بیماری توبرکلوز یا سل در میان باشندگان این ولایت شده است. مرکز پزشکان بیمرز در کندهار از آنچه که گسترش بیماری سل یا توبرکلوز در میان باشندگان کندهار میگوید نگران است. این مرکز برای درمان بهتر بیماران این بیماری یک مرکز 25 بستره را با هزینه 2.1 میلیون یورو در کندهار میسازد. ستاسو د مسلک په ساحه کې یو خورا ضروري ګام چې واخیستل شو او زموږ له ټولې بین المللي نړۍ ته چې موږ له دوی زموږ سره مرستې کړې دي زموږ دا دوی ته آس دی چې ډېره ډېره مرسته زموږ سره په صحت او په تعلیم کې اوسي نړۍ رنځ یوه جدي روغتیایي ستونزه ده. موږ او زموږ کاري شریکان د ټولنې په مرسته ډېر څه به باید ترسره کړو څو نهایي هدف ته نږدې او په لاس یې راوړو. پیش از این بیماران توبرکلوز در شفاخانه میرویس کندهار و همچنان در یک مرکزی که بیماران به مدت کوتاه بستر می شدند درمان می شدند. دیر وقتونه دستی که من نیاده چی را تم بکنم که در یعنی موقع کنید اون دست صحت نگه اصل پیدا کنید. مخی که چو کالب مخ پیدا کنید نر رن بنی نکوی دو میشه دست سنگ رن زید. اگر تو خلو دا مرد دا مثلا ناست دو زمور سر رو زر کرده شبی ورزی را سر کول اونو شتر چی بیده کنید. دکتران هم نو شتر چی بیده دا سر مخشی نیمه و سر فرق. پزشکان علتهای این بیماری را بیشتر وابسته به سطح پایین آگاهی مردم پیوند می‌دهند. موږ دلته کوم د تشخیص په برخه کې په میرویس روغتون کې کار شروع کړی دی، نو هماغه د نړیوال روغتیایي سازمان د شمیرو مطابق واقعیه ثبت کیږي. بر بنیاد برخی از آمارها هر سال در حدود 60,000 تن به بیماری توبرکلوز در افغانستان گرفتار می شوند که در حدود 13,000 تن آنان جان می دهند. رئیس اداره احصایه و معلومات می گوید که دستگاه های شناسایی بایومتریک رای دهندگان به گونه طراحی شده اند که آرای تکراری را ثبت می کنند، اما درباره جدا کردن آرای تکراری از آرای درست کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم خواهد گرفت. آقای رسولی می گوید که دستگاه های شناسایی بایومتریک رای دهندگان ثبت تصویر رای دهنده دلخواه است و کمیسیون مستقل انتخابات باید درباره ثبت شدن و یا ثبت نشدن تصویر رای دهنده تصمیم بگیرد. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که اعضای نهاد تا کنون درباره ثبت تصویرهای رای دهندگان با این دستگاه ها به توافق نرسیدند. اداره ملی احصایه و معلومات که مسئولیت تهیه دستگاه های بایومتریک رای دهندگان را دارد میگوید که این دستگاه ها افزون بر ثبت نشانه های دو انگشت شهادت و گرفتن تصویرهای شناسنامه و بر چسب این شناسنامه ها تصویرهای رای دهنده را نیز ثبت می نماید. رئیس این نهاد می افزاید که این دستگاه ها دو گزینه از بهر ثبت نشانه های انگشتان دست ها دارند و می توانند نشانه های انگشتان دست ها را 70% نیز ثبت کنند. اگر کمیسیون تصمیم میگیره که عکس اجباری است، میتونه که اجباری باشه. در صورتی که تصمیم میگیره که عکس اختیاری است، مثلا صرف برای خانه ما، یعنی باز هم اپلیکیشن و دیوایس توانایی زیاده داره که تصمیم های زیاده حمایت کنه.
با گفته او این دستگاه ها آرای تکراری را نیز ثبت می نمایند و این آرای تکراری را چاپ می کنند و در برگه های چاپ شده شماره های تکراری نیز نوشته می شوند. یک شخص اگر در عین دیوایس که ما قبلا بر شما خودتان عملا دیدین که وقتی معلومات دوباره تکرار ثبت شود، سیستم ایره شناسایی میکنه، میگه که این شخص چند دقیقه پیش رای داده، بسیار به صراحت برش میگه. اما اگه یک شخص میره به یک مرکز دیگر رای میده، امکان داره رای بده، اما بعد از مرحله انتخابات همی شخص شناسایی میشه. دستگاه رای تکراری را ثبت میکنه، دستگاه رای تکراری را در حافظه خود نگاه میکنه، پرنت میکنه، اما این وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است که در روز حساب آرا آرای تکراری را از روی معلوماتی که این دستگاه ثبت کرده جدا بکنه. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تنها درباره نصب برچسب‌های دستگاه‌های بایومتریک رای‌دهندگان تصمیم گرفته شده است که باید در پشت برگه‌های رای‌دهی نصب شوند، اما درباره گرفتن عکس با این دستگاه‌ها به توافق نرسیدند. عکس دو نظر بود، یک نظر که همه موافق بود که به مردا اجباری باشه، به هیچ عنوان از مردا اختیاریش در نمیتونه، ولی بر خانم‌ها این بحث شد ولی فیصله نشد. در حالی که باید تمامی دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رای دهندگان تا روز 12 ماه میزان باید به کمیسیون مستقل انتخابات می‌رسیدند، این کمیسیون می‌گوید که تاکنون 16000 دستگاه شناسایی بایومتریک و سرورهای این دستگاه‌ها به کمیسیون رسیدند و قرار است 6000 دستگاه دیگر با بطری‌های این دستگاه‌ها به کابل برسند. پس از میان برنامه کوتاه دوباره برمی‌گردیم. شورای امنیت ملی افغانستان با اعلام مخالفت با طرح خصوصی سازی جنگ افغانستان میگوید که نمیگذارد پیکار با آراس افغانی به یک تجارت سودآور مبدل گردد. این شورا در واکنش به طرح بنیادگذار یک شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی برای خصوصی سازی جنگ افغانستان میگوید که در هیچ شرایط حکومت و مردم افغانستان اجازه نمیدهند که پیکار با آراس افغانی به یک تجارت مبدل شود. شورای امنیت ملی میگوید که نیروهای امنیتی کشور برای محافظت از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حقوق شهروندان پیکار می کنند و دیدگاه خصوصی سازی جنگ افغانستان این اصل را که مردم افغانستان خودشان سرنوشت و آیندهشان را باید رقم بزنند نقض می کند. در یک اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی هشدار داده شده است که حکومت تمامی گزینه‌های حقوقی را در برابر کسانی بررسی خواهد کرد که در تلاش خصوصی سازی جنگ در افغانستان هستند. ده حق کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصی کولو هڅه کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړي. در یک اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی آمده است که پیکار با حراس افغانی به رهبری نیروهای امنیتی افغانستان و با پشتیبانی همپیمانان خارجی این نیروها ادامه دارد و کابل اجازه نخواهد داد که این جنگ به تجارت سودآور مبدل گردد. خصوصی ساختن جنگ در افغانستان به معنای تضمین تداوم جنگ در کشور است، به خاطر اینکه شرکت ها به خاطر اینکه به منافع خود برسه باید روند ادامه جنگ ادامه داشته باشد تا شرکت ها همچنان تداوم دهنده دریافت کمک ها از آدرس جنگ افغانستان باشد. پیش از این اریک پرنس بنیانگذار و رئیس پیشین شرکت امنیتی خصوصی بلک واتر گفته است که جاگزین شدن نیروهای امنیتی خصوصی به جای نیروهای آمریکایی هزینه جنگ افغانستان را کاهش می‌دهد و نیز در اوضاع جنگ تغییری به میان خواهد آمد. وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله می‌گویند که تمامی نیروهای دولتی برای تامین امنیت انتخابات در حال آماده باش درآمدند و
در حدود 54,000 تن از این نیروها برای تامین امنیت 21,000 محل رایدهی در بخش‌های گوناگون کشور در حال توظیف شدن هستند. در این حال وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای دولتی برای تامین امنیت انتخابات از تمامی امکانات کار خواهند گرفت و نیروهای خارجی نیز با آنان هماهنگ خواهند بود. وزارت‌های دفاع و امور داخله از چگونگی تدابیر امنیتی روز انتخابات مجلس نمایندگان و نیز تامین امنیت نامزدان انتخابات مجلس سخن می‌گویند. وزارت دفاع ملی می‌گوید که تمامی مواد انتخاباتی به مرکزهای ولایت‌ها فرستاده شدند و ارتش در انتقال این مواد به ولسوالی‌ها نیز کمک خواهد کرد. ټول امنیتی سکتورونه دې ته ژمن دي، دې ته متحد دي چې هغې ته مواد ورسوي او په خپل وخت سره یې ورسوي. در همین حال وزارت امور داخله نیز از آمادگی های نیروهای امنیتی برای تامین امنیت انتخابات سخن میزند و میگوید که هم اکنون این نیروها به حالت آماده باش در آمدند. د 15,000 مرکزونو لپاره او د یو ویژه محلونو لپاره 45,000 امنیتی ځواکونه دا توظیف شوی دی چې دغې ملي او مهمې پروسې څخه به امنیت کوي. موږ دا ډاډ ورکوو چې دا پروسه به د حکومت د ژمنې سره سمه چې ده عملي کېږي. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات نیز بر تأمین امنیت هرچی بیشتر مرکزها و محلهای رایدهی در روز انتخابات و نیز تأمین امنیت جان رایدهندگان و نامزدان انتخابات مجلس تاکید می‌ورزد. سه شنبه که در جلسه امنیتی بود معین ارشد اطمینان داد که انشالله آمادگی ما بسیار خوب است و امیدوار هستیم که بدون کدام حادثه انتخابات برگزار شود. اما شماری از آگاهان نظامی برگزاری موفقانه این انتخابات را به ویژه از رهگذر امنیتی یک آزمون بزرگ برای نیروهای دولتی می دانند و می گویند تمامی نیروهای دولتی باید به گونه هماهنگ و نیز در چارچوب یک فرماندهی واحد عمل کنند. اگر مخالفین دولت افغانستان پروسه را ناکام بسازه، ناکامی کل دولت است، هم در داخل افغانستان هم پیش جهانیان. 16 روز دیگر به برگزاری انتخابات مانده است، در اوضاعی که تهدیدهای امنیتی یکی از نگرانی های شهروندان کشور است. اما وزارت دفاع ملی میگوید که برای تامین امنیت انتخابات تمامی امکانات را به کار خواهند بست و در صورت نیاز از نیروهای خارجی هم کمک خواهند خواست. گلاودن غبار، طلوع نیوز. و در اخیر هم چند گزارش ورزشی داریم. شبتان بخیر، خدا نگهدار. بنیاد خیریه رحمانی از بهر پرداخت هزینه های 7 دور رقابتی لیگ برتر فوتبال کشور توافق نامه‌ای را با فدراسیون فوتبال و مسئولین لیگ برتر به روز پنجشنبه در کابل امضا کردند. قرار است رقابتی لیگ برتر فوتبال کشور امسال زیر نام لیگ برتر فوتبال افغانستان بنیاد رحمانی از روز یکشنبه به گونه رسمی آغاز شود. ما بسیار زیاد خوش هستم که ما بر سال 7 موفق شدیم که بدون هیچ نوع کمک بیرونی تنها در همکاری و در از طریق حمایت سکتور خصوصی افغانستان و مردم فوتبال دوست افغانستان و ورزشکارای افغانستان مالیگ برگزار میکنیم. تعهد را که فدراسیون فوتبال افغانستان برای افسی و فیفا داده که در 10 سال اخیر لیگ بالاخره رفت و برگشت میشه. فوتبال واقعا یک بازی است که با نشاط، با شور و همدلی. امروز میلیون ها انسان در کره زمین یا فوتبال بازی میکنن یا حامیان و طرفداران فوتبال هستند و به همین قسم در افغانستان نیز این ورزش حامیان و طرفداران بیشتری دارد، به خصوص لیگ برتر که یک امید به همه ملت افغانستان هست. این در حال است که برگزاری رقابت ها چند پیش به علت مشکلات مالی به تعویق افتاده بود. در 7 دور رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور همانند سالهای گذشته تیم های شاهین آسمایی، دمیوند اتلان، طوفان اریرود، موجهای آمو، عقابان هندوکش، سیمرغ البرز، دسپینغر بازان و دعباسین تپه شرکت نموده است. حمید حبیبی، پاس، سمی محمدی، اورزل.
این دیدار همان طور که انتظار می رفت با بازی سرعتی و بسیار جذاب از طرف دو تیم آغاز شد و بازیکنان دو تیم نهایت تلاش خود را برای رسیدن به دروازه یکدیگر به خرج می داد. بارسلونا توانست در این دیدار با اولین حمله خطرناک خود بر روی دروازه تاتنهام و با اشتباه لویورتس در خروج از دروازه توسط کوتینیو در دقیقه 2 به گل اول خود برسد. این بازیکن برزیلی با یک شوت از پشت 18 قدم توانست دروازه بدون دروازه‌بان سفیدپوشان لندنی را باز کند. بارسا بعد از این گل به حملات خود ادامه داد و توانست برای بار دوم توسط راکیتیچ با یک شوت بالای بسیار دیدنی به گل دوم خود در دقیقه 28 برسد. سوارز توپ برگشتی را که به بیرون میرفت با یک ضربه تصادفی به پشت محوطه جریمه تاتنهامی ها فرستاد تا راکیتیچ با شوت سهمگین آن را به تور دروازه لورس بدوزد و این نیمه با همین نتیجه با پایان رسید. با آغاز نیمه دوم و صحبت‌های پوتینیو تاتنهامی‌ها خود را در بازی حس کنند و بتواند در دقیقه 52 به گل اول خود برسد، اما عجوبه آرژانتینی بارسا نگذاشت این اختلاف 4 دقیقه بیشتر باقی می‌ماند و در دقیقه 56 گل سوم بارسا و گل اول خود را به ثمر برساند. در ادامه تاتنهام که نمی‌خواست بازنده دیدار لقب بگیرد حملات خود را گسترش داد و توانست با ضربه لاملا در دقیقه 66 به گل دوم خود برسد تا همچنان امیدوار به کسب نتیجه بهتر از شکست باشد و همچنان به حملات خود ادامه داد تا در دقیقه 90 حملات تاتنهام بر روی دروازه بارسا خطر آفرین بود، تا اینکه باز هم یونل میسی توانست گل چهارم بارسا را به ثمر برساند و در نهایت بازی با همین نتیجه به پایان رسید.